سرکار خانم ستاره اسکندری، خیلی خوش اومدین به تیوی پلاس. من سلام عرض میکنم خدمت شما همه، باید بگم بینندگان عزیزی، بینندگان عزیزتون در خدمتتون. قربون شما خانم، خیلی کم پیدایین و خیلی کم سر و صدا و بیهاشیه و تو زندگی خودتون. چرا سیاستتونه؟ نه بابا، سیاست که خیلی کلمه گنده ایه، نمیدونم، فکر کنم من مال یه نسلی هم که هنوز خیلی عادت به این حجم سر و صدا و شلوغ کاری و شلوغ بازی و اینها نبود و ترجیح میدم آره متمرکز کارم باشم تا حواشی. آره البته مثلا شما خیلی هم مثلا کار آنچنانی نمی کنید، یا مثلا روی اینستاگرامتون و فضای مجازی که باز خودتونه مثلا پستای آنچنانیه مثلا جمجوری هم نمی زنید، ولی یه حجمه علیه شما همیشه وجود داره. جدی؟ مثلا یه سری هستن که حالا میگن در واقع کار برای بیادبی هستن که میان فحاشی میکنن و ذهن شما رو میرزن به هم، که چند بارم بهش اشاره کردیم به این موضوع. آره البته بیشتر از اون چه که این کاربران گرامی رو در پیج خودم ببینم، به هر حال منباب کنجکاوی یا احیانا دوستانی که حالا مثلا عکسایی از من و لاله خصوصا هست رو میفرستن برای من و آدم میره و ناخودآگاه به هر حال تو کامنت ها رو میخونی، اصولا آره این ماجرا خیلی منو شگفت زده میکنه، خیلی در واقع اندوهگینم میکنه، چون در تمام مدت بازیگریم سعی کردم که در شرطی زندگی کنم که خیلی به همه احترام بگذارم، اصولا میگم خیلی کم رنگ از اون پشت بسلا واس خودم فقط متمرکز کارم باشم و تو وقتی بازیگری میکنی در نهاد به یک محبوبیتی فکر میکنی و از واکنش هایی که تا زمانی که دنیای مجازی نبود، خب تو واکنش مردم رو در خیابان ها و جای مختلف میدیدی که خیلی واکنش محترمانه ای بود، حتی اگر توش انتقاد وجود داشت و خوش اومدنی در کار نبود. اما دنیای مجازی به خاطر ذاتش به آدم ها این امکان رو متاسفانه میده که تمام میدونین نقاط منفی وجودیشون رو، خیلی معذرت میخوام از این اصطلاحی که به کار میبرم، ولی استفراغ کنن بیرون و این خیلی دردناکه و تو یهو مواجه میشه با یک جامعه ای که در واقع انگار توی خیلی از آدم ها این خشونت و این بیادبی و این میدونین کلمه های چیزیش یادم نمیاد، ولی واقعا یعنی این وجود داره توشون و ناگهان میترسی. یعنی من اتفاقی که برام افتاده اینه که یهو میگم خدایا الان شما که جلو من نشستی، که الان جلوم اینقدر داری مؤدبانه با من صحبت میکنی، در سویدای جانت چی داره میگذره؟ میدونی چی میگه؟ آره ایناست که آره من رو دلگیر میکنه و من اصلا معتقد به صفحات مجازی نبودم. تئاتر رو کار میکردیم به اسم همهوایی که به خاطر اون اصلا من صفحه در اینستاگرام باز کردم و بعد دیگه ادامه پیدا کرد ناخودآگاه و یه جایی من احساس کردم چقدر میتونم مثلا با مخاطبینم گهی درد دلی بکنم، گهی زاویه دیدم رو توضیح بدم براشون. اما به مرور هرچی گذشت احساس میکنم که نه، باید تلاش کنم که حتی تنها صفحه رو هم که دارم در واقع بردارم و اجازه بدم که کماکان من از پشت یک قاب در واقع تعریف بشم برای مخاطبین. البته خانم اسکندری این واقعا یه تریبون خیلی خوبه واسه همه هنرمنده و ورزشکارا و کسایی که مردم دوستشون دارن. حالا ما حتما راجع به هم هوایی با شما حرف میزنیم و اون در واقع نمایش خیلی خوبی که شما داشتین توی شهر پاریس، صحبتمون و مصاحبمون رو با نیمه شب اتفاق افتاد شروع بکنیم که بهونه اصلی گفتگومونه که شما افتخار دادین. کلیت نیمه شب چطور بود به نظر شما؟ نیمه شب یکی عاشقانه است، یک عاشقانه ای که من خیلی دلم براش تنگ شده بود سالهای سال. عاشقانه ای که یه خورده شاید مربوط به زمان منه، زمانی که در واقع تو از یک محدودیت میای. میدونی الان خیلی روابط فرق کرده، تعریف عشق فرق کرده، اما خیلی خیلی شبیه عاشقانه های زمان من بود
و حضور تینا پاکروان به عنوان کارگردان که دوست بسیار عزیز منه، باز زنیست تقریبا از نسل من، طلا معتضدی به عنوان فیلم نام نویس، اینا همه باعث شده بود که خیلی احساس کنم من مال این کارم. و وقتی خانم پاکروان لطف کرد و این نقش رو به من پیشنهاد داد، خیلی با خوشحالی پذیرفتمش. خیلی فیلمیه که من دوستش دارم، هر گونه نقدی ممکنه بهش وارد باشه، اما احساس فیلم رو خیلی دوست دارم. از اکرانش چی و فروش فیلم؟ به نظرم که بد نیست به نسبت، به هر حال فکر میکنم الان به 1 میلیارد رسیده و آره و خوبه. حالا من خیلی نمیتونم قضاوت بکنم راستش، چون از یک طرف هم معتقدم که لزوماً فروش بالای فیلم ها نشانه بر کیفیت اونها نیست، خصوصا در جامعه ما که، یا خیلی از جوامع دیگر، نه فقط جامعه ما. حرفم اشتباه بود، چون این میتونه صادق باشه تو خیلی از جوامع که همیشه اون چیزی که در واقع ممکنه فروش بالایی داشته باشه نشان دهنده کیفیت بالاش نیست. درسته. البته من فکر میکنم این روزا شما خیلی حالتون خوبه، به خاطر اینکه احساس میکنم دور آدم ها و بازیگرهای از جنس شماست، یعنی این پوسته سینما داره عوض میشه و بعد میگرده به اصل خودش، یعنی کسایی که بازیگر واقعی هن. چون یادمی که شما همیشه یه انتقادایی داشتین به سینمای تجاری و گیشه هایی که در واقع به بدنه سینما رب پیدا میکنه و دوست داشتین که یه نسلی و یه سینمایی ما دوباره تجربه بکنیم که اصالتش رو حفظ کنه. اشتباه نکنیم، من به سینمای تجاری اشکالی در واقع وارد نمیدونم. اتفاقا من معتقدم که سینمای تجاری مختصات خودش رو داره. اعتراض های سالیان گذشته من به خاطر این بود که در واقع ما داریم معیارهای سینمای تجاری رو وارد سینمای اندیشمون میکنیم. این اون چیزیست که در واقع عرصه رو تنگ میکنه بر تخصص بازیگری و فقط نمادهای سینمای تجاری میان و در سینمای اندیشه حضور پیدا میکنن و کم کم تعریف سینمای اندیشه عوض میشه، کم کم ذائقه مردم عوض میشه، کم کم همه چیز انگار از بالا به گونه ای صورت میگیره که تو از اندیشه تهی میشی و بسنده میکنی به معیارهای سینمای تجاری. وگرنه کیست که نداند که سینمای تجاری حضورش و وجودش اصلا لازمه و پوشش دهنده بخشی از نیازهای یک جامعه است. قرار نیست که همه در یک ژانر اتفاق بیفته، همه کارهای معناگرا و اندیشمندی باشن. نه، یه بخش تفریح، بخش سرگرمی است، و چرا که نه. من اعتراضم در سالیان سال همیشه بر این بود که چه شد که کارگردانهای اندیشمند ما رفتن به سراغ غیر متخصصان در بازیگری و بسنده کردن فقط به ظواهر در واقع امر بازیگری. و آره، یعنی حق با شماست. من خصوصا از زمان به وجود اومدن سینمای هنر و تجربه، این خیلی برای من اتفاق میمون و مبارکی بود، حتی اگر تو محدودش کنی به یک اسم که اسمش هست سینمای هنر و تجربه. یعنی یک جنس سینما اجازه پیدا کرده که حضور داشته باشه و این خیلی خوب بود. و الان من احساس میکنم اتفاقا اون گونه از سینما داره تسری پیدا میکنه به کل سینمای ما. و آره، من خیلی خوشحالم که واقعا یعنی مثلا شخصی نیست، من در مورد یک تخصص حرف میزنم، خیلی خوشحالم که دوباره در بسیاری از فیلم ها تخصص بازیگری داره در واقع حضور خودش رو آره بلند اعلام میکنه. پس در واقع این روزا دور شماست ایشالله و حالا همکارایی که لولشون و تخصصشون همرده شماست. از خانه کاغذی با سمان بگین. خب خیلی مردم دوست دارم بدونن که این فیلم چه اتفاقایی داره واسش میفته و خود شما حضور داریم و همکاری با پرویز پرستویی. من دعوت شدم به خانه کاغذی در واقع توسط باز خانم پاکروان که تهیه کننده این کار هستم و یکی از بازیگران این کار. و
برای اولین بار در واقع دارم مقابل آقای پرستویی بازی میکنم. تجربه بسیار درخشانیه به مفهوم اینکه تو وقتی دقیقا حالا خصوصا در نوع سلیقه من که خیلی من این در واقع حریم و حرمت پیشکسوت ها و کسانی که در واقع باز میگم متخصص بازیگری هستن رو برام مهمه که نگه دارم و بعد استفاده کنم از تجربیاتشون، از نوع نگاهشون اصلا به سینما. به نظرم خیلی ارتباط خوبی صورت گرفته. نقشی هم که من دارم توی این کار نقشی است که خیلی احتیاج به در واقع تبادل انرژی داره و به زعم من این اتفاق افتاده. امیدوارم که شما و بینندگان عزیز هم واقعا دوست داشته باشین این کار رو. میتونم به جرئت بگم کار یک کار بسیار شریف و آن چیزی که من برای سینما یعنی به عنوان یک رسالت قائلم، این کار به نظرم داره این رسالت. در واقع دلتون میگه که این فیلم تو جشنواره اتفاقای خوبی واسش میفته احتمالاً. امیدوارم. البته خیلی نمیشه پیش بینی کرد. من سر فیلم نیمه شب اتفاق افتاد اعتراف میکنم به شما که نه، من این که میگم به خاطر شاید مثلا حداقل 5 نقدی که از منتقدین عزیز من خوندم در طی جشنواره، خیلی آماده حداقل کاندیداتوری بودم در سینه در جشنواره فجر و وقتی این اتفاق نیفتاد خیلی تعجب کردم. الان درجی میدم راجع به خانه کاغذی اصلا این گونه فکر نکنم، فقط به این فکر کنم که فیلم خوبی خواهد شد. حالا اینکه در جشنواره فجر چه اتفاقی میافتد یا نمیافتد، دل سردتون کردم کلا جشنواره یا نه؟ خب ببین، ما به هر حال واقعیت اینه که در داوری سلیقه یه خورده به نظرم دخیله و نه در ایران، در همه جا همیشه یک سیاست هایی و حال موجوده که یه وقتایی میدونی انتظار تو رو برآورده نمیکنه. اونا در یه کلیتی میبینن، من فقط دارم فیلم خودم رو میبینم. یه وقتی هست که دیگه دیدین شرایط چگونه است دیگه، آره خیلی قابل توضیح نیست. ولی نه، بحث دلسردی نیست، بحث اینه که زمینه که من خیلی هنوز از جایزه خوشحال میشم. یعنی واقعا اصلا این سنگینی تندیس وقتی میاد انرژیش توی دستم، احساس میکنم که خیلی بازیگری جدیه برام. هنوز میخوام بهتون بگم اصلا اینجور نیست که بگم نه اصلا جایزه مهم نیست، نه خیلی خیلی هم برام خیلی مهمه و خیلی جذاب. من فکر میکنم تا حالا ندیدم یه بازیگر این حرفو بزنه. شما توی یکی از مصاحبهاتون که انجام داده بودین گفته بودین که من وقتی میخواستم وارد بازیگری بشم یه نیازی رو تو خودم احساس میکردم، نیاز دیده شدن، شهرت و توی چشم اومدن. همچنان نیاز رو داری؟ آره. اصلا ببین، من نمیدونم بقیه همکاران من چرا نمیگن، چون من فهم میکنم اصلا تو وقتی گام میگذاری به عرصه بازیگری، اصلا یه بخشی از شخصیتت میل به دیده شدنه. شهرت یه خورده بارش نمیدونم یه خورده منفی هم داره، اون بخشی بله. که ما ازش به عنوان شهرت نام میبریم. خب یعنی تو میخوای دیده بشی به هر قیمتی. نه من اصلا اینجوری نیستم. اما آره، من واقعا دوست، من اصلا محبوبیت رو دوست دارم. اصلا دوست دارم که شما منو دوست داشته باشین، مردم منو دوست داشته باشن، منو قبول داشته باشن. میدونی اصلا این شاید یه بخشی نمیدونم از کودکی نوجوانی آدمه که شاید اعتماد به نفس کافی نداره اتفاقا و میاد که این رو از بیرون به دست بیاره و این مهر تاییدی که زده میشه توسط تماشاچی، انگار اون اعتماد به نفس نداشتت رو هی تأمین میکنه و تو احساس میکنی که هستی، حالتون رو خوب میکنه این اتفاق. خانم اسکندری، قبول دارین که حق شما رو ندادن یا حق شما از بازیگری و سینما به ویژه؟ چون تو تئاتر که دیگه شما این همه جایزه‌های خوب دارین، با این همه کارگردان درجه یک کار کردین، تو بحث شده است. تلویزیون هم که خب سریال‌های خیلی خوبی داشتین که بهش میرسین، ولی تو سینما من فکر میکنم که شما همیشه چجوری بگم، یا
نتونستین اون روابطی که باید داشته باشین و انجام بدین و داشته باشین، یا اینکه نمیذارن که دیده بشین؟ چون من فکر میکنم مثلا اگه نقش درخشانی که شما توی دندون طلا بازی کردین و مثلا تو سینما بود، قطعا دیگه باید سیمرغ رو به شما میدادن. این همه استعداد و توانایی شما تو سینمای ما هنوز جاشو پیدا نکردم. احساس همه نمیدونم حالا حس خود شما چیه؟ اولا که خیلی ممنون که اینقدر در واقع دارین تایید میکنین من رو در امر بازیگری. دو اینکه آره، من جوان‌تر که بودم خیلی احساس سرخوردگی داشتم راجع به اینکه احساس میکنم آره حقم داده نشده، من مغبون شدم در این حرفه، یا مثلا مظلوم واقع شدم. از یه مرحله که بزرگتر شدم، خدا شکر، شد چون ریشم اصلا است در تئاتر و کماکان هنوز با واقعا تعداد کار محدود در تئاتر، اما هنوز از من به عنوان یکی از بازیگران شاخص تئاتری یاد میشه خدا رو شکر. و بعدن هم که در تلویزیون به واسطه واقعا یک اتفاق کائناتی که در واقع تصادف پوپک گلدره عزیزم بود که در سریال نرگس اتفاق افتاد، و از اون به بعد در واقع من در تلویزیون جدی گرفته شدم و خوشبختانه بعدش چندین کار خوب در تلویزیون داشتم. شاید چون این دو ستون بازیگری، در واقع دو مدیای مختلف رو تجربه کردم و به اون حدی که دلم میخواست رسیدم، نسبت به سینما سعی کردم دوباره برگردم و نگاه کنم و فکر کنم آیا من حقم رو گرفتم یا نگرفتم. الان ها فکر میکنم نه، قرار نیست همه بازیگرا در هر مدیومی که گام میگذارن قرار باشه که به رأسش برسن و قلش برسن، و یه خورده باز دوربینم رو میکشم عقبتر و نگاه میکنم به اینکه اصلا چیست این حرفه، چیست سینمای ما، اصلا امر بازیگری اینا چقدر برای من تا کجا مهمه، آیا اونقدر مهمه که من پا بگذارم روی اعتقاداتم؟ الان فکر میکنم نه، من اینقدر شب راحت میخوابم، دغدغه ندارم، نگرانی ندارم، چشم و چارم نمیگرده دنبال این که فکر کنم کجا نقشی هست که من میتونم نه، خیلی خیلی اتفاقا با عشق به بازیگری، یعنی فکر نکنین حتی یک ذره از انگیزم کم شده در خود بازیگری، ولی نسبت به این حرفه احساس میکنم خوبه دیگه. من خودم الان آره مقایسه میکنم، خیلی دوست دارم. ببین من خیلی هنوزم، ببین من دلم میخواست که نرگس خانم رخشان من اعتماد من بازی میکردم، به اندازه تمام نقشای خوبی که در این سینما وجود دارن من دلم میخواست که کاش من بودم. میخوام اینا رو بهتون بگم که فکر نکنین اصلا فکرم نه اصلا مهم نیست، خیلی برام مهمه، اما پذیرفتمش که اینه. به هر حال تو وقتی بزرگ میشی و از بالا نگاه میکنی یک ماجرایی رو، میبینی که تو در یک مختصاتی یا میگنجی یا نمیگنجی. من در مختصات استار شدن نمیگنجم، همه مدله نمیگنجم، فیزیکم میدونی، شرایطم، ارتباطاتم، خواسته هام، اصلا نوعی که دارم زندگی میکنم، اینا اصلا مقایره با مثلا استار شدن. یعنی میدونی استار بودن نه آخه اصلا ندارم، من شرایط رو ندارم که بخوام استار باشم. خیلی هستن که اصلا شرایطشو واقعا ندارن ولی هستن. خب باید ببینیم در واقع معنای استار بودن چیه، سوپر استار بودن چیه؟ ببین سوپر استار بودن در واقع اینه که تو خودت رو تبدیل به یک برند بکنی و مردم به واسطه تو، یعنی تو تبدیل بشی به یکی از ارکانی که میتونه اقتصاد فیلم رو در واقع تأمین بکنه. از نظر من استار شدن اینه. مثلا اصلا نیستم، یعنی من در یک کوچه دیگه ای دارم زیست میکنم، اصلا حالش هم ندارم، اصلا بحث حالش نیست، بحث چون سخته دیگه. ببین هم سخته، واقعا سخته، هم به لحاظ فیزیکی میگم تو یه قابلیت هایی باید داشته باشی، در همه جای دنیا این هست، و به لحاظ این که ببینیم
این تو دائم داری خودت رو وقف یک چیز دیگری میکنی، میدونی؟ من نه، من یه خورده ترجیح میدم خودم یه بخش وقف خودم هم بکنم، بخش زندگیم هم داشته باشم، نمیدونم مثلا سفرم یه خورده تنها تر دوست دارم که باشم، میدونی؟ همشیش و این داستانه آره. دوست ندارین با وجودی که شما بیش فعال هم هستین یه کمی. آره جالبه. معلومه من خیلی الان دیگه سعی کردم. نه کلن تو این سالا همیشه ما دیدیم که شما خیلی هم میگن که بیش فعالیم ولی کارم کم میکنیم. من کار کم نمی کنم، یعنی منتها شاید نوع در واقع اتفاقایی که میفته یه خورده شاید چون دور از همه خیلی به چشم نمیاد، وگرنه نه من کار کم نمی کنم اتفاقا. من یا دارم تئاتر کار میکنم یا سینما الان خدا رو شکر این روزها کار میکنم واقعا، چون به جز کار خانه کاغذی فیلم دریاچه ماهیرم برای خانم مریم دوستی دارم بازی میکنم، اونم امسال واسه جشن، اونم امسال مال جشن فرست، خیلی خوشحالم. برای همین میگم خیلی خیلی همه چی خوبه. یکی از ماندگارترین دیالوگ هایی که من بر صحنه تئاتر گفتم مربوط به نمایش سعادت لرزان مردمان تیره روز هست، نوشته علیرضا نادری عزیز، من در نقش روح‌انگیز. کاش که میشد آدم بمیره و زنده بشه، بشه عین قبل عروسیش، نه که بمیره و دیگه تموما، انقدر میترسم بمیرم و زنده نشم. بمیره آدم زنده بشه، بشه عین قبل عروسیش، همشه مثل یه آدم کثیف که میره تو حوض یا تو همون، میاد بیرون تمیز تمیز، پاک پاک. میشه؟ خیلی از آدم ها عادت دارن یهو از نقش یک شروع میکنن. من در تلویزیون هم این اتفاق برام افتاد که خیلی کوچیک کوچیک از نقش 8 و 7 و 6 و 5 من شدم نقش یک سریال. خب در سینما هم به نظرم دارم همین روند رو طی میکنم، یعنی امیدوارم. دیر نمیشه؟ نه من خیلی جوونم. نه 100% آخه اصولا آدم ها دوست دارن زود برسن، یه ذره عجولن. حالا بالاخره من اون سنه رو رد کردم که عجله داشتم. چرا؟ واقعا واقعیت اینه که بین مثلا 25 سالگی تا 35 سالگی من همش فکر میکردم پس کی من پس این همه نقش، پس چرا من نیستم؟ اما واقعا از مرحله‌ای که یه کمی عبور کردم الان فکر می‌کنم نه خیلی خوبه، خیلی خوبه که من الان وای میستم مقابل آقای پرستویی کار میکنم، خیلی خوبه که روبروی حامد بهداد بازی کردم، روبروی رویا نونهالی بازی کردم، چقدر خوب که من تونستم مثلا تو قصه پریا کوتاه کنار آقای امکانیان کار کنم، نمیدونم حالا همه ای فیلمایی که کار کردم. خب یعنی منظورم الان هنوز فکر می‌کنم خوبه و این نشون میده که شما روندتون درست بوده، چون به عنوان یه بازیگر در واقع تلویزیون بیشتر شما معروف شدین توی عامه مردم، درسته که تئاتری بودین ولی الان جایگاه خیلی خوبی دارین تو سینما پیدا می‌کنین. دقیقاً و من فکر می‌کنم به نسبت آن چیزی که من تونستم هیچ نوع از اعتقادات خودم هیچ قدمی رو این ور اون ور نکنم، من خیلی خوب دارم پیش میرم و این خودش یک صبوری احتمالاً با خودش آورده ها، من از اول نبودم ولی آورده و الان میپذ. من فکر میکنم و همینجا در برنامه شما قول میدم که یک روزی احتمالاً یک نقشی رو کار خواهم کرد که ماندگار خواهد شد در سینما، همونجور که در تئاتر خدا رو شکر داشتم، در تلویزیون داشتم، در سینما هم یک روزی که نمیدونم شاید 10 سال دیگه باشه، شاید مثل خانم چهرآزاد مثلا یک فیلمی از جنس مادر قراره ساخته بشه و من در ایشالله 75 سالگی مثلا بازیش کنم، ولی این اتفاق میفته برام. فکر میکنم 25 تا 35 سالگی خودتون گفتین که من میگفتم پس کی من، اون 10 سال چجوری خودتون رو در واقع به خودتون آرامش میدادین، صبوری میدادین و میگفتین که حالا حوصله کن، یا چی میگذشت به شما؟ خیلی به خودم آرامش و صبوری اینا که نمیدونم. ببین زندگی اینقدر به نظرم بالا پایین داره که تو
شاید اینا باعث شد که من اصلا میگم احساس کنم کل زندگی مگه چی هست که تو بخوای اینجوری طبقه بندیش بکنی نسبت به هر طبقهش انقدر دچار حرص و جوش و آز و طمع و ولع و نمیدونم قصه و اندوه و حسرت و اینها باشی. اتفاقهایی در یعنی برای شخص خود من افتاده که بیو فکرم اصلا اینقدر قصه نداره ماجرا و من دارم کار میکنم. همیشه حالا این جمله اینقدر گفته شده که هیچ کس دیگه بهش فکر نمیکنه، اون قصه نیمه پر لیوانه. من یه وقتی همش فکر میکردم پس کی من، و بعدا نگاه کردم او چقدر بچه های تئاتر همزمانه با من کار میکردن، فارغ التحصیل شدن از بهترین دانشگاه تئاتر این مملکت، از دانشگاه تهران مجتمع، و اصلا کجان، اصلا حتی تئاتر بازی نمیکنن. اصلا بعد هم فکر من خیلی خوبه اوزام، چرا همیشه نسبت به نداشته هم فکر میکنم الان باید بیام و فکر کنم من چیا رو دارم. من الان رو تاخچه خونمون رو که کتاب خونم باشه نگاه میکنم میبینم من دوتا تندیس اول بازیگری تئاتر بین المللی فجر دارم، نمیدونم بهترین بازیگر شبکه تلویزیون دارم، بهترین بازیگر انجمن منتقدین دارم، و آخرین جایزم که یکی از دلچسب ترین ها بود برام جایزه حافظ بود که به خاطر دندون طلا به من داده شد، و من واقعا یعنی اصلا باش دوباره انگار شکوفا شدم و فکر کردم چه خوب که من هنوز دیده میشم. خیلی از آدم ها بودن که هرگز نرسیدن اصلا به این مرحله. بنابراین پس من خیلی اوضاعم خوبه.